موضوعی رو که تو فصل 8 در خدمتون خواهی بود، موضوعی به نام طرح اختراعات بتون. ما برای طرح اختراعات سه روش داریم. چی هست؟ آبای و بیس. شما با هر سه روش باید یک جواب به دست بیارید. آیین‌نامه‌ها فقط کمک میکنن به شما ها که بتونید از یک مسیر برید و به اون جواب برسید. خیلی نباید با هم فرق کنه. اگر بخواد فرق کنه، تحقیقات و رفرنس هایی که میخواییم بذاریم با آیین‌نامه‌های مختلف، وقتی میگه جواب چی میده؟ متفاوت. به این خاطر پس اول نکته که مهمه اینه که توی هر آیین‌نامه شما بررسی کنید که چه پارامترش داره تغییر میکنه و اگر اونها رو اصلاح کنید یا اونها رو درست عددش انتخاب بکنید، نتایج آخر در انتها چی میشه؟ یکسان میشه. من معنا برای طرح اختراعات حتما مثلا بهتر اینه که شما برای یک مقاومت سه تا طرح اختراعات رو انجام بدید. بعد که انجام دادین ببینید که حالا اعدادش یکسان میشه یا نه. و نکته ای که وجود داره کلاً طرح اختراعات اینه که اگه بخوایم تعریفش کنیم، اینه که دوباره اینیم که شن و ماسه و سیمان و آب و به یک میزانی با هم ترکیب کنیم که بهترین مقاومت رو که میخواییم، یکی مقاومت خوب، یکی دوام خوب داشته باشه و یکی چی؟ اسلامپش به دست بیاد. چرا اسلامپ مهمه؟ چرا فقط دنبال مقاومت نیستیم؟ اسلام تو جلسات قبل هم گفتم دیگه، اگر بتونتون اسلام پش خوب نباشه اصلا نمیتونید باش کار کنید. باید خیلی گوش به فرمان باشه، خیلی راحت عمل کنه تا بتونه همه منافذ بتون رو پول کنه. بعد در اون موقع مقاومت خودش رو به دست میاره. اگر همه منافذ رو پول کنه، دوام خوبی هم خواهید داشت. پس انگار این سه تا پارامتر همش با هم بسته. خب حالا باز بعد از سیستم اونجا میاد بحث ملاحظات هزینه‌ای که تو مقاومت‌های مختلف هزینه ها فرق میکنه، کارایی ها رو که میخواین جا به جا کنید هزینه ها فرق میکنه، دوام رو بخواین افزایش بدین هزینه ها فرق میکنه. پس به این خاطر باید یک طرحی بین مواد باشه و هزینه ها که بهترین گزینه انتخابتون باشه. شما اگه بخواید فقط برسه دوام طراحی کنید یک بتونو، میتونه قیمتش حتی تا دو برابر قیمت یک بتون عادی در بیاد. خیلی هم مقاومتش فرقی نکنه، فقط دوامش فرق کنه. به خاطر توی اکثر پروژه هم بحث هزینه شاید اولین آیتم شد که میخوان به حداقل قیمت پروژه جمع بشه. خب اگه بخوایم فرایند رو در نظر بگیریم، فرایند انگار دانه بندی خوب یا یک مخلوط مناسب طرح اختراع، یک سری الزاماتی داره مال دوام، یک سری بحث‌های تراکمش، بحث روش‌های تراکم که میخوایم جا انجام بدیم، میزان جابجایی‌هاش، اندازه مقطع، فاصله بین آرماتورها. بعد از اون میاد آقا مقاومت رو چک کنه، مقاومت بعد میانگیر مقاومت بگیری. بعد برای مقاومت میانگیر باید نسبت آب به سیمان، نوع سیمان‌ها به آب به سیمان، سنی که می‌خوایم مقاومت رو به دست بدید به آب به سیمان برمی‌گرده. و از اون بعد باید بگردیم اگه مثلا فاصله مقاطع و آرماتور بخواید حد اکثر بعد سنگدونه اونجا مهم میشه. بعد شکل سنگدونه، بافت سنگدونه، گرد گوشه باشه، تیز گوشه باشه. اگر همه اینا رو رعایت کنید میرسید به آخر به یک چی؟ مواد تشکیل دهنده خیلی خوب با نسبت‌های خوب که شما بتونید اون بتون رو بسازید. پس باید همه این آیتما رو رعایت کنید تا بیارید. من فقط برای اینکه بتون خوب تولید کنید دانه بندی سنگدونه رو باید انجام بدید. اگر دانه بندی سنگدونه رو درست انجام ندید چی میشه؟ بتونتون خیلی خوب نمیشه.
اگه سنگدوناتون نسبتاش خوب نباشه بتونتون خوب نمیشه. اگر مقدار سیمانتون جابجا باشه خوب. اگر پراکندگی یک نواختی نباشه بتونتون خوب نمیشه. اگر ظرفیت مخلوط کنتون مثلا فرض کنید کوچیک باشه، هی بتونه جدید بخواید بسازید، بتونتون یک پارچه نیست. هرچی اینها رعایت کنید و با دقت بیشتری روش مراک قرار بدید، به طوری که آخر تولید میکنید چی میشه؟ بهتر میشه. حالا ما توی تعریفات بتون ACR 7-8 آیتم داریم. الان اینجا مرحله صفرش رو اول داریم میگه. قبل از مرحله صفر دو تا آیتم دیگه هست که شما باید حتما رعایت کنید. چی شد پس؟ دو تا آیتم. قبل از اینکه بتون بسازی، قبل از اینکه اصلا طرح اختلاط رو انجام بدی، باید سنگدونات رو استاندارد بشه. چی شد پس؟ ریزدونه و درشتونه باید بین اون منحنی دانه بندی ها باشه. چگالی سنگدوناتون باید مشخص شده باشه، بین 1.6 و 1.65 یا 2.6 2.65. بعد از اون بعد بگیرید سنگ جرم سیمانتون هم 3.15 باشه، 3.15. الان گرفتیم پس این مشخصاتیه که بعد قبل از اینکه وارد مرحله صفر بشین انجام بدید. اگر یک کسی دانه بندی رو بلد نباشه اصلا ACI رو نمیتونه انجام بده. این همون اولش گیر میکنم. این خاطر سعی کنم حتما دانه‌بندی ها رو کامل یاد بگیرم. خب حالا ما میخواییم رفتیم توی کارگاهی، کارفرما از ما به طور مقاومت 30 میخواد یا 300 میخواد. به طور مقاومت 300 چطوری به دست میاد؟ فرض کنید الان یک دانشگاهی هستیم که میگن آقا میانگینه نمرات باید 10 باشه. منظور از 10 یعنی چی؟ یعنی همه باید 10 باشه، همه باید 9 باشه و 10 باشه و 11 باشه. چطوری باید باشه؟ توزیع نرمال یادتون از آمار چه توزیعی بود؟ به چه توزیعی میگن نرمال؟ این که آمار دیگه من دیگه داریم فاقا تنسیل دیشیم دیگه. ما هم همون جور بودیم، ما هم خیلی وقت بوده، اما الان باید لحظه به لحظه توضیح نرمال چیه؟ این انحراف معیارش، اینجا انحراف معیار توضیح نرمال. ببین چی گفته؟ توضیح نرمال یا گوسی انحراف معیار از این فرمول حساب میشه. فرض کنید که نمرات کلاس قراره توزیع نرمال باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا همه یه نمره باشه؟ نه، 10 باشه. اگر همه 10 باشه انحراف معیار 0 باشه. چرا؟ همه یه عدده. اف آی منهای اف ام میشه چی؟ صفر. اف آی چی؟ اف ام چیه؟ اف آی اف ام میانگینه. بله اف آی اف هر فرده. گرفتین چی شد؟ بزنید شکلش داره؟ نه
ها به این میگن چی؟ توزیع نورمال. شکل چیه؟ زنگوله. این وسط میشه چی؟ میانگی. الان اعدادش از چند شروع شده؟ 45 تا چند؟ 65. اگر میانگین یک کلاس 10 بشه، مثلا فرض کنید میانگین 10 شده، اگه نمره 12 داریم باید دیگه نمره چند داشته باشیم؟ 8. اگه 20 داشته باشیم باید نمره چند؟ 3. پس اون اختلاف مهمه میگه تا 20 مجموعش انگار باید بشه بادم 10 تقسیم بر 2. اما معمولا تو دانشگاه ها همه میزن از 9 تا 20. این توزیع نرمال نیست. توزیع نرمال واقعی نمره یکی وقتی اگه یکی میگیره 20 یکی بگیره 0. اگر یکی میگیره 15 وقتی 15 ارزشی واقعی شد داره که چند داشته باشیم؟ 5. اگر اون که 10 گرفته با اینکه که 15 گرفته 5 تا اختلاف داره. اونی که 11 گرفته باید یکی داشته باشه چند؟ 9. 12 یکی داشته باشه 8. اوکی دقیقا هم کار کرده. 65 داره؟ چند داره اینجا؟ 45. با هم جمع کنیم چه چند؟ 110. تقسیم بر 2؟ 50 داره؟ اینجا چند؟ 60. تقسیم بر 2؟ 55. پس گرفتیم مشکل کار کجاست؟ حالا این اصلا چه ربطی حالا داره به این کار ما؟ شما خیلی بتون تولید کنید که مثلا 100 تا نمونه داره، بعد این 100 تا نمونه رو باید ببرید زیر جک چکار کنید؟ بشکنید. طراحی هم کردیم برای مقاومت چند؟ 30 مگاپاسکال. چند؟ 30. اف ام میشه چند اینجا الان؟ 30. اف آی حالا میشکنیم. خب چند میده؟ مثلا فرض کن 100 تا نمونه ایه. یکیش میده مثلا فرض کن 30. اف آی منهای اف ام میشه چند؟ 3. حالا یکی بعدیش میده چی؟ 20. اختلافش چی؟ ده تا. اگر یک نمونه بشه 20 بعد نمونه دیگه متناظرش میشه چند؟ ده. وسط سیه. وسط سیه. پایینش دهه. چهل. ها؟ به چهل؟ به شهر؟ به پنجا؟ به چهل دیگه. بودم یکی ده گفتم یا 20 گفتم؟ بیست گفتم. بیست؟ ها. اون میشه چهل. ده باشه میشه پنجا. اگه ده میشه میشه چی؟ پنجا. پس باید هم مقاومت پایین تر از سی داشته باشی هم مقاومت چی؟ بالاتر از سی. درست شد تفته اینجا؟ اونجا اختلاف ها رو با هم کم میکنی از میانگین به توان چی میرسونی؟ دو. حالا اگر این اتفاق بیفته، این اگه 20 داری 40 داشته باشی، 10 داری چی داشته باشی؟ 50 داشته باشی. اونجا انحراف معیار از این فرمول حساب میشه، به اون میگن توزیع چی؟ نورمال. حالا مثلا اگه فرض کنیم که یکی مثلا 20ه اون یکی دقیقاً 40 نیست، اگه 40 باشه همیشه این میشه آخرش فکر کنم 0 بشه، هرچند که 0 هم نمیشه. چرا؟ چون هاشو به تمام میرسه. اون هم اگه انحراف معیاری داره. حالا اگر توزیع نرمال باشه ما فرمول داریم که شما میتونید مقاومت سی رو بدون این که ببرید این انحراف معیار محاسبه کنید یه عددی بهش اضافه کنید برای اون طراحی کنید. چی شد پر؟ فرض کنید اگه برای سی کارفرماتون میخواد شما باید 40 طراحی کنید. چی شد؟ 40 طراحی کنید که حتما میانگینش چند بشه؟ سی.
میانگین نمرات اگه 9 باشه تا 20 میانگینش میشه چند؟ 15. پس اونجا دیگه توزیع نرمال نیست. نمره قبولی رو نباید بذارن وقت 10. نمره قبولی وقت باید چند باشه؟ 15. بازه؟ حالا نحوه محاسبه‌اش هم که گفتم. حالا این N منهای چیه؟ تعداد آزمایش هست. تعداد آزمایش هست. حالا گفتی اگر یک زمانی توزیع تو نرمال بود و محاسبات هم نمیخواستین انجام بدین، خب؟ این هم که همون میادگیر گرفتنه دیگه، تمام فرآوردی‌ها تقسیم بر تعداد میشه. خب؟ حالا گفته اگر که نخواستین رو انجام بدین، کافیه فقط اون مقاومتتون رو به علاوه منهای کائس کنید. کائس چیه؟ حالا کائس الان از این جدول میگه کا یک اگر بخوای 68 درصدش FM بشه، اگر بخوای کا 1.64 اگر بخوای 90 درصدش بشه، و کا 3 اگه بخوای چقدر؟ 99.7 باشه. فعلاً کا رو دارید، بسیار به این داره که آقا بخواد 100 درصد مقاومت رو که شما به دست میارید چند باشه. اگه بخواید نه، میگه آقا مثلا 90 درصد میخوام که حتما مقاومت 30 جواب بده، ضریبش میشه چند؟ 1.64. اصاف کجا حساب میکنی؟ از فرمول دیگه انحراف معیارش رو حساب میزنیم، ضرب در یکی از این بسته به صورت مسئله یکی از این ضرب رو باید چی؟ انتخاب کنیم، ضرب در انحراف معیاری میکنید به اون مقاومت قبلیتون جمع میکنید. یعنی اگر به شما گفتم مقاومت 30 طراحی کنید، حق طراحی مقاومت 30 نداری، باید به علاوه منهای چی بشه؟ کائس بشه. تا اینجا همه چی نازنینه. چرا؟ چون که توضیحمون چیه؟ نرمال. من برای وقتی میخوام که توضیح تو نرمال نباشه. ما توی خیلی از پروژه وقتی که میگیم مقاومت 30 میخوایم، یعنی اگه 100 تا نمونه هم بشکنیم در بهترین حالت 30 میشه. پس چی شد؟ اونجا دیگه توضیح تو نرمال اونجا دیگه با 5-6 مگاپاسکال اضافه بکنید کار جواب نمیده. نمیدونم متوجه شدید کجای کار میدنگه؟ یعنی که اونجا دیگه شما 20 نداری 40 داشته باشی، بعد بینی به کافرما بگی من مقاومتم 30 طراحی کردم، میری میگه من 40 طراحی کردم. یه فقط کافه تو یه دونه 40 به دست بیاری، اون 99 تا رو اصلا در نظر نمیگیری، در صورتی که باید شاید 10 هم داشته باشی، از اون برای باید چند داشته باشی؟ 50. اگه 50 داشتی 40 داشتی رفتی گفتی من مقاومتم 30 قبوله. ما معمولا اینجوری رفتار نمیگیم، ما ماکسیموم رو میگیم. نمره 20 وقتی ارزش داره یا نمره 10 وقتی ارزش داره که شما چند داشته باشی؟ 0 داشته باشی، اگر نه 10 ارزشی. 30 وقتی ارزش داره، مقاومت 30 که تو 10 داشته باشی 20 داشته باشی که 100 درصد ما تو پروژه همون داریم، اما در جوابش چی داشته باشی؟ 45 داشته باشی، چون 100 درصد تو 100 تا داده آماری همیشه همش 30 نمیشه، همش 20 نمیشه، همش 50 نمیشه. بعد ما اون ماکسیموم رو در نظر بگیریم که از روی انحراف معیار گرفتی میانگین اول باید حساب کنی، یعنی که اول میانگین همه رو بگیری، میانگین رو که گرفتی از روی انحراف معیار یکی یکی مثلا 20 منهای 30 کنی به توان 2، 40 منهای 30 به توان 2،
همه اینا رو به توان دو رسوندی با هم جمع می‌کنی تقسیم بر n منهای 1 یعنی 100 منهای 1 99 می‌کنی s چی میشه؟ به دست میاد. s رو که حساب کردی میگه آقا کارفرما چند درصد می‌خواد؟ مثلا فرض کن s شده 5. میگه آقا من می‌خوام 95 درصد هم حتما بشه 30. 5 رو ضرب در چند می‌کنی؟ 1.96. مجموعش میشه چند رو بر؟ سی به علاوه یک تقریبا 1.96 دفتر 5 بودن میشه 10. 10 و 30 میشه چند؟ 40. شما باید بتون تو برای 40 طراحی کنی تا 30 چی کار بشه؟ جواب بده. نمیدونم متوجه شدی؟ من اون سیستم انحراف معیار رو تو درس بتون رعایت کردم، تو نحوه تدریس هم رعایت کردم. دیگه باید شد بریم یه دور دیگه آمار رو بخونیم. چون ما سعی میکنیم که آخر ترم مثلا نمرات رو خیلی صفر ندیم، 4 بدیم، 5 بدیم و نمیدونم بالا بدیم نمرات رو، پس میخواد شما باید به اندازه 15 نمره بخونید که بشید 10. نمره قبولی دیگه 10 نیست. و واقعا اینو باید چیکار کنید؟ اینم که توضیحاشو گفتم، صدتا رو گفتم، نحوه اینی که تقسیم بندی میکنه بتونه مثلا صد به تقسیم مثلا صد تا نمونه رو یکی کم کم نکنه. خب دسته بندی میکنه هر 5 تا رو یک بار کم کنه. بعدم شکل رو باید بکشید. خب و بعد اینم اومده گفته که حدوداً بر اساس 100 تا ببینید، گفتم انحراف معیارش چند گرفته؟ اگه 100 تا نمونه داشته باشیم انحراف معیارش چنده؟ میگی 5 خودش داره. اگه 200 داشته باشیم، حالا هر چی انحراف معیار تعدادش کم بشه، انحراف معیار چی؟ کمتر. این هم که اون زنگوله رو برای اون ضرب 1.96 سه و اینا نشون داده. این هم که اون فرمول انحراف معیاره x f i r میو هم که چی؟ f n باید کرد. اینا که گذاشته، این هم تقریبی شو حالا اومده گذاشته، گفته اگه برای مقاومت سی خواستیم انحراف معیار رو چند در نظر بگیریم؟ 3.5. خب حالا اگه انحراف معیار 3.5 باشه و شما میخواید 100% سی جواب بده، کار میشه چند؟ یادتونه؟ 3. 3 ضرب در 3.5 میشه چند؟ 10 حدودا. با سی جمع میشه چند؟ 40. پس بعد تو مرحله صفر به این نتیجه میرسید، به جایی که باید برای سی طراحی کنید برای چند طراحی کنید؟ به شرط این که انحراف معیارتون چی باشه؟ نرمال باشه. توضیح چی باشه؟ نرمال باشه. همین تو آیین‌نامه انگلیس میگه اصلا من کاری به به توضیح ندارم. به من بگین به طور کی تولید میکنه؟ چی شد؟ کی تولید؟ کی تولید میکنه؟ اگر یه آدم حرفه‌ای تولید کرد میدونید برای سی میگه چند طراحی کنه؟ میگه من سی رو تقسیم بر 75% کن بعد طراحی کن. خب سی تقسیم بر 75% چند؟ 4 تقسیم بر 75 صدوم چه برای 40 باید تنبیه کنم. اگر کی طراحی کرد؟ یه آدم حرفه‌ای. اگر یه آدم متوسط، یه مهندس عمران عادی، اون ضریبش میشه چند؟ 6/10. حالا تقسیم بر 6/10 کنی چقدر میشه؟
50 باید طراحی کنی. بعد چی شد؟ اگر آدم حرفه‌ای تولید کنه میشه توزیع نرمال. اگر یکم فرنگال باشه میشه چی؟ نصف توزیع نرمال. اگر که اصلا متخصصی نباشن در تقسیم برای 14 هم کن. حالا یعنی باید برای 75 طراحی کنی تا چند جواب دست بیاری؟ 30 جواب بیاری. یعنی هم تو مرحله صفر سه تا آیین نامه با هم چی میشن؟ تغییر میکنن. امریکایی گفته آقا به شرطی که همه چی استاندارد باشه، یه متخصص بتون رو طراحی کنه چقدر اضافه کن؟ 10 مگاپاسکال. انگلیس هم گفته چقدر؟ اگه متخصص باشه چی؟ 10. 10 دیگه انگار 30 تقسیم برای چیز کردیم؟ 75 سلام شد 40. حالا گفته اگر که نه متخصص، نیمه متخصص بود چقدر؟ 6 تا 5 تا 20 تا اضافه کنید. اگر نه خیلی اصلا متخصص نبود باید 2.5 برابر بسازید تا اون مسئله چی؟ جواب. این مرحله چیشه؟ صفر. هنوز اصلا وارد تر اختلاف نشد. من اکثر دانشجو همینجا گیر میکنن دیگه. و این خیلی مسئله مهمیه برای ناکه این فرمول FM هم که گفتیم. این هم تعداد آزمایشاتشه که این همون فرمول انحراف معیاره دو تیکه کرده، یعنی برای دو تا انحراف دو تا F در نظر گرفته. خب این هم فرمولای انحراف معیاره که اینا 1.34 رو اومده وارد چیز کرده، انگار کار رو وارد کرده که میتونه کار چکار کنه؟ تغییر کنه بسته به این که چند درصد بخوان حتما جواب بده. خب اینجا اینجا حالا تو واحدهای مختلف هم برده نشون داده، اما این 2.33 و اینا باید کاهسه باشه، کاهسه رو اینجا نداشته. 2.33 هم بجای کاش گذاشته، اسه نیست، اسه اینجا باید چی باشه؟ باشه. واضح؟ خب بعد از این که مقاومتتون رو از مرحله صفر جا به جا کردین، یعنی مهمترین قسمت هم کجای همون جا دیگه، شما مثلا اونجا برای سی کارفرما بخواد سی طراحی کنید هیچ وقت سی به دست نمیاد. خب مرحله اول چیه؟ مرحله اول اینه که آقا اسلامپ رو انتخاب کنید. اسلامپ برمیگرد به فصل چی؟ کارایی. بعد کل مطالب کارایی رو بلد باشی تا بدونی اسلامپ رو چطوری انتخاب کنید. باید چند مدل هم اسلام داریم و چند آزمایش مختلف. حالا اومده گفته بر اساس این که چه نوع سازه‌ای دارید اسلام رو انتخاب کنید. اسلام بین چند گفته؟ بین 25 تا 75. برای تیر و ستون یکم تغییر کرده، بین چند؟ 25 تا 100. یعنی توی ستون و تیر باید چی باشه؟ روان‌تر باشه. هرچی این اسلام میره بالا چی اضافه میشه به تو؟ آب بتون اضافه میشه. آب بتون اضافه میشه چه مشکلی میخوری؟ مقاومتش کم میشه. سیمان باید بره بالا. اگه سیمان رو نبری بالا مقاومت چی میشه؟ کم میشه. سیمان رو بخوای ببری بالا باز به صفر میشه. بازم نمیتونه اجرا کنه. پس آب که بره بالا مقاومت میاد پایین. به این خاطر این اسلامپ خیلی مهمه. راه دیگه که میتونی اسلامپ اضافه کنی چیه؟ با فوق روان کننده ها و بابا اونها همه میتونه این اسلامپ رو جا به جا کنی. خب پس اولین کار باید بیاییم یکی از این گزینه ها رو چکار کنید؟ انتخاب کنید. بسته به اینه که داره که کجا میخواید این بتون رو بزنید. خب بعد از اون که انجام باید دیه ماکس رو مشخص کنید. باز توی دانه بندی ها و توی اسلام توی انگار بتونه تازه اونجا گفتم که هرچی دیه
ماکس سنگدود بیشتر باشه بهتره. مقاومتتون چی؟ بهتره. کاراییتون بهتر میشه. به این خاطر باید دیه ماکس تا جایی که امکان داره باید چی باشه؟ زیاد باشه. خب دیه ماکس چیه؟ ماکسیمون حالاتش میتونه 30-70 باشه برای بتونهای سازه‌ای. برای غیر سازه‌ای هم که تا 75 هم میتونه باشه یا 63. خب گفته برای اینکه اون دیه ماکس انتخاب کنی این 6 تایتی ما باید چکار کنی؟ برای پروژه اندازه گیری کنی. 1/5 بعد داخلی، 1/3 ضخامت دار، 3/4 فاصله آزاد، 3/4 پوشش بتون، 38 میلیمه، 63 هم تو چی؟ غیر مسلح ها. خب پس آقایید اینو باید برای جایی که بتون میریزید شکلش رو برداری، همه اینا رو باید چیکار کنی؟ بساخت. این هم شد مرحله 2. میریم مرحله 3. مرحله 3 یک جدوله، این جدولشه. میبینید بر اساس ماکسیموم بعد سنگدونه داریم یا نداریم؟ تو مرحله قبل حساب کردیم درسته؟ تو مرحله یک چی رو حساب کردیم؟ دایتونه؟ اسلام. این اسلام این هم بزرگتری چی؟ بعد سنگدونه. خب فرض کنیم بودکنی بود سنگدارتون چند باشه؟ 25. برای کجا بخواییم بتون ریزی کنید؟ برای ستون یا تیر اسمامتون چقدر باید باشه؟ 168 و 164. نه فقط اینشو برای اسمام چند باید باشه؟ برای تیر و ستون یادتونه؟ گفت 25 تا 100. پس این یکی اسمام بعد سنگدون هم چی؟ 25 میشه چند حالا؟ 193. حالا این برای حالتیه که بتونتون حباب نداره. اگه جایی باشه که حباب هم توش لازم باشه بزنید، خب بسته به شرایطی که حباب میخواد بزنید. اگه حبابش خیلی زیاد باشه، 6% باشه، 4.5 3%، اینجا میزاناش چی؟ آبا دیدین چی فرق میکنه؟ حالا آبش چقدر فرق میکنه؟ اینجا 193، اینجا چند؟ چند کیلو؟ 20. پس تو حبابدار خیلی فرق میکنه بتونمون؟ تا اینجا واضحه یا نه؟ هر داشت ایراد دارید بپرسید. پس این هم مرحله چندی شد؟ 3. حالا مرحله 4، مرحله 4 برمیگرده به مرحله چی؟ 0. گفتم به طور 30 طراحی کنید. باید برای چند آب استیمال چه پیدا کنید؟ اگر توضیح نرمال باشه و همه چی خیلی خوب باشه و همه چی ردیف باشه چند؟ 40. این یک جدولی داده. ببینید؟ مقاومت‌های مختلف، آب استیمال‌های بدون هوا و چی؟ هوادار. گفته اگه هوا نداشته باشه چند؟ 43%. خب من سن و سیمان رو توی جلسات سیمان گفتم دیگه، این فقط برای سیمان چنده؟ 325. پس برای چنده؟ 325. از کجا میفهمیم؟ نهار کنید توی این حالت، توی نیم مقاومتمون چند میشه اینجا؟ 32 یا 300ش چی؟ 25. هر وقت توی نیمش شد 32 میشه 325، شد 42 میشه 425. و همینطوری هی عددها چی؟ فهم بودم. پس این برای سیمان چیه؟ 325. برای سن و سیمان هم میتونید اینجا استفاده کنید. خب ما تا اینجا مقاومت اصلاح شده رو داشتیم، آب به سیمان حساب شد، میزان آب رو هم دارید، آب به سیمان آب رو دارید، چی رو میتونید حساب کنید؟ این منشأت خاصشه که انگار حباب داشته باشه یا حباب نداشته باشه.
و ما حد در مقابلی که باید طراحی بشه. خب آب به سیمان رو داری، آب هم داری، چی حساب بشه؟ سیمان رو داری، آب هم داری، چی نیاز داری؟ ریزدونه و چی؟ درشت بود. این چهارتا رو مشخص کنی، تر اختراع تمومه. خب میریم بعدش. حالا میگیم آقا ریزدونه و درشتونه همون استاندارده، همه چیدش ردیفه، گرانیتی هست، خیلی خوب هست، محکم هست. حالا بگیم با چه نسبتی با هم قاضی کنیم. اومده گفته که ما این یک جدول داره، این وضع مخصوص رو باید مشخص کنید. ضمناً مدیر نرمیش هم تو دانه بندی گفتم باید چیکار کنید؟ مشخص باشه دانه بندی مال ACI مال کدوم قسمته، ریزدونه یا درشتونه؟ مال ریزدونه. باید توی دانه بندی ریزدونه مدیر نرمی ریزدونه رو چیکار کنید؟ مشخص کنید. پس مدیر نرمی رو داریم. خب و از مخصوص هم که گفتم قبل که بتونم بسازید باید از مخصوصش هم مشخص باشه. حالا میایم جدول. خب مدور نرمی این بالایی از جدول دالبندی ریزدونه بین چند به چنده؟ بین 2-4 تا 3. خب حالا مدور نرمی رو داری، ماکسیموم بود سنگدونه هم داری، گفتیم چند؟ 25 دیگه، یادته؟ حالا برای ماکسیموم بعد 25 اگر مدور نرمیم 2-4 باشه میشه 7 دهم، اگر 3 باشه میشه چقدر؟ 65. پس این نسبت را به دست میاریم. این چیه؟ حجم دانه های درشت توی چی؟ بتون. حالا وزن بتون رو داریم یا نداریم؟ آره؟ وزن بتون رو جلسه اول گفتم چقدره؟ وزن بتون $2400. $2400 در بهترین حالت. حالا باید این جدول دیگه داره که میگه 2400 تا بین 2200 تغییر میکنه. شما باید یکیش رو انتخاب کنیم بسته به ماکسیموم بعد سنگدونه. فرض کن شده 2300، وزن آب رو داری، وزن سیمان رو داری، میزان حباب هم بسته به این که آقا حباب داره یا حباب نداره چی؟ داریم. وزن چی حساب میشه؟ ریزدونه و درشتونه با هم. یا اشتباه میگم؟ بله درسته میگم. یه تو فرمون بعد بذاریم. خب این هم که این مال دانه بندی است که همون اولا باید انجام میدادیم. خب حالا گفتم میزان ریزدونه رو میخواد بر اساس وزنیه، یو چیه؟ چگالی بتون که الان رو جدول اینجا باید داشته باشه، این رو بر اساس جدولش، بر اساس ماکسیموم بعد سنگدونه چنده؟ 25. وزن بتون گفته چند؟ به جای 2400 2380. خب این یک سری فرمول داره که اومده بر اساس حجم سنگدونه و وزن سیمان، وزن آب و چگالی بتون که 2380 بود رابطه نوشته که فرمولاش هم اینجا گذاشته براتون. باید اینجا فقط الان کاری که میکنیم چیکار کنیم؟ جایگذاری کنیم. اینم نحوه اینه که چگالی های دانه های ریز و درشت هم حساب کرده، اومده تو فرمول بالا گذاشته یو هست وزن کل سنگدونه ها بلا وزن سیمان بلا وزن چی؟ آب. ضمناً اونجا وزن حباب هم میتونه چی؟ باشه. حالا بیا تو فرمول میذاره، فرمول اومده خلاصه کرده این طایفه ها رو رفته. خب بعد میاد اینجا عدد گذاری میکنه. این هم گذاشته عدد گذاری شو یا نه؟ نه اینجا عدد گذاری رو نگذاشته. خب بذار من همینجا براتون توضیح بدم. توی اینجا ما سیمان و آب رو داریم، چی رو دیگه چی رو داریم تو رابطه اول؟ آب
یور هم داری؟ داریم یورو؟ از کجا؟ چند بود اصلا؟ 2380. گفتم میزان آبو که توی اسلام مشخص کردیم، میزان سیمان هم که از آب به سیمان رو آب حساب کردیم، پس این دوتا عددش هست. یو هم که داریم چی حساب میشه؟ سنگدونه. حالا وزن سنگدونه رو حساب میکنیم به نسبت وزن مخصوصاشون، باید چیکار کنیم؟ اون 65 یا 7 همو ضرب کنیم. این میشه کل محاسباتش. ممنونم از اینکه دقت کردید. ها آخرش هم باز اگر که خود سنگدوناتون آب داشته باشه یکم، یعنی یکم رطوبت داشته باشه، باید از آبی که محاسبه کردین رطوبتش رو کم کنید. نحوه اینم که رطوبتش رو کم کنید، که نگاه کنید چند درصد رطوبت داره، برای محاسبه درصد رطوبتش هم بذارید توی چی؟ آبم. خوش میشه. درصد رطوبتش رو مشخص میکنی، ضرب در وزن سنگدونه میکنید، میزان آبش به دست کنید، از آب کل کم میکنید. اونم اون قسمت چی؟ تاثیر رطوبت میشه. حالا این به صورت فرمول نویسی هم گذاشته، شما میتونید با این سیستم فرمولیش هم چی؟ برید انجام بدید. ممنون از اینکه دقت کردین و سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردین.